ба номи худованди бахшандаву меҳрубон ассаламу алайкум вараматуллоҳи вабаракату дӯстони азиз дарси таҷвидро аз китоби таҷвиди тасвирӣ ки муаллифи он доктор айман рушди сувайд мебошанд давом медиҳем дарси имрӯза махраҷи арфҳои арабӣахаи арфои арабӣ دوستان عزیز مخرج حرف های عربی عبارت است از یکم کوواکی یعنی خالگی خالگی دهان و گلو دویوم این حلق سیوم این حرف های با زبان تلفظ می شده چهارم لبها و پنجم دماغ تکنون بیایید در رسم ببینیم کووکی یعنی خولگی دهان و حلق را. اینجا دوستان کووکی دهان. و اینجا باشد کووکی حلق. حرف های سیگانه مد از کووکی میبرویند. یک کم علیفی مدیه. وقتی که ما آه میگوییم از این کووکی حلق هوا به بیرون میبروید. ва дуюм ин вови маддия вови маддия вақте ки мо ӯу мегӯем аз ин поёни халқ ҳаво ба берун мебароряд ва мо бояд лабҳоро давр карда ба пеш барорем дар расм бубинед ӯу лабҳо бояд ба пеш бароварда шаванд агар лабҳоро ба пеш набарорем овоз чунин мешавад ӯ ӯ ки ин хато аст ва бояд овоз чунин бошад ӯ ва сеюм ёи маддия аз ковокии халқ ва аз ковоки даҳон мебарояд и ва байни забон бошад чунон ба боло бардошта мешавад ҳамаи ҳарфҳои мадд ба махраҷи овоз ковокӣ нисбат дода мешаванд зеро онҳо бо камтарин фишори садо берун меоянд بنابراین زبان هنگامی تلفظ علیف در حالت راحت قرار می گیرد و هنگامی تلفظ حرفی یا بین زبان بالا می شود و هنگامی تلفظ واو بخی زبان یعنی ریشه زبان بلند شده لبها با هم جمع می شود می گذاریم به مخرج بعدی این حلق می بوشد. در حلق سه مخرج برای شش حرف وجود است یکم جانب دورترین حلق یعنی پایان حلق اینجا مخرج حمزه و حرفی ح است دوم میانه حلق یعنی اینجا میانه حلق مخرج حرفی عین و حرفی ح میباشد. و سیوم قسمی بالای حلق махраҷи ҳарфи ғайн ва ҳарфи хо мебошад ҳозир дар расмҳои поёни инҳоро дида мебароем бубинед дӯстон якум ҷониби дуртарини халқ ҷониби дуртарини ҳалқ минтақаи торҳои савтӣ махраҷи ҳамза ва ҳарфи хо мебошад ببینید دوستان اینها تاره های صوتی می باشند با رنگی سفیده مخرجی ها به کشوده شوی تاره های آواز یعنی که وقتی ما ها می این تارها که در اینجا قرار دارند در این, دارن، این قسم پایانی گلو این تارهای صوتی کشوده می شوند. مخرج همزه حرکت دار با دور شدن تارهای آوازی یعنی وقتی که ما ا ای او میگویم حمزه را با حرکت ها میخونیم چون این تارهای صوتی از همدیگر دور میشوند و سیوم مخرج حمزه ساکین به جای آمدن تارهای آوازی یعنی وقتی که حمزه با ساکین است تارهای آوازی چون این محکم میشوند مثال مؤمن ب بی سا ببینید وقتی که ما حمزه را با ساکین میخونیم مو مین بی سا تارهای صوتی محکم می شوند. دوم دو میانه حلق منطقه نیچه زبان مخرج عین سپس مخرج حرف حا می باشد. اینجا دوستان ببینید. اینجا مخرج حرف عین و مخرج حرف حا است. یعنی قسمی بین حلق وقتی که ما عین میگوییم عین از اینجا پیدا می شود این آواز عین و این وقتی که ما حرف ح میگوییم ح ح از اینجا آواز پیدا می شود و مخرج بعدی این نزدیکی حلق منطقه های بخی زبان همراه با ملائمی کم مخرج حرف غین سپس مخرج حرفی خا می باشد. اینجاست مخرج حرفی غین. ریشه زبان آمده به ملائمی کم می رسد. غا، غا، اغ، اغ، اغ, اغ،, اغ، اوغ. و این باشد مخرج حرفی خا. کمی از مخرج حرفی غین بالاتر. در اینجا نیز ریشه زبان آمده به ملائمی کم می رسد. اخ خا خی خو و مخرج بعدی این مخرج حرف قاف بیخی زبان همراه با نرمی کم کمی از مخرج خا بلوتر زبان برامده به کام میرسد اق قا قی قو و حرفی بعدی این مخرج حرفی کف. بخی زبان همراه با نرمی و سختی کام یعنی کمی بلوتر از مخرج حرفی قاف. زبان به بلو برداشته شده به قسمی سختی و ملائمی کام می رسد. ببینید. اک اک ک کی کو و حرفی بعدی مخرج حرف جیم از میانه زبان همراهی با میانه کامی بالا میانه زبان با بالا برداشته شده و به کام میرسد اج اج ج ج جو و حرف بعدی مخرج حرف شین از میانه زبان همراه با میانه کمی بالا اش ش شی شو لیکن زبان به کام نمیرسد. رسد میانه زبان بالا برداشته شده به کام نزدیک می شود لیکن نمی رسد و حرف بعدی این مخرج حرف یای غیر مدی از میانه زبان همراه با میانه کامی بالا که سبب فرقی بین یای غیر مدیه می باشد. میانه زبان به بالا برداشته شده و به کام نمی رسد. ای یا ی یو و در این رسم مقایسه بین مخرج جیم و شین و یا غیری مدیه رو میبینیم این مخرج یکم مخرج حرف جیم وقتی که ما اج جا جی میگوییم میانه زبان بالا برداشته شده به کام میرسد و وقتی که ما حرف شین رو میخونیم اش ش شی شو زبان بالا برداشته شده و به کام نمیرسد و سیوم این مخرج حرفی یای غیر مدیه یعنی وقتی که ما میگویم یا یی یو ای میانی زبان به بلا برداشته شده به کام نمیرسد میگذاریم به حرفی بعدی این مخرج حرفی ضاد. канори забон ҳамроҳ бо атрофи дандонҳои курсии боло яъне паҳлӯи забон канори забон ба курсидандонҳо мерасад аб ё ки ба тарафи рост ё ки ба тарафи чап ё ки ба ҳарду тараф аб ба б бу бубинед ин қисм аб ба b ду ҷое ки нуқтаҳои боранги зард ҳаст минтақаи бефишор ишғол кардани забон аст яъне қисми пеши забонро ба дандонҳо фишор намедиҳем ва ин ҷое ки нуқтаҳои боранги кабуд аст минтақаи фишор ва такя додани забон аст забонро мо дар дандонҳо дар курси дандонҳо такя медиҳем а ба ди ду ин қисми забон ки бо ранги сабз аст ба курсидандонҳо мерасад аб аб ва ин қисми пеши забон ки бо ранги зард ишора карда шудааст бар ин дандонҳои пеш мерасад лекин мо такя намекунем фақат паҳлӯи забонро бо курсидандонҳо такя мекунем فشار می دهیم. می گذاریم به مخرج بعدی این مخرج حرفی لام. مخرج حرف لام از دو طرفی پیش زبان با طرفی آخری آن. این منطقه هایی که با رنگ زرد اشاره کرده شدند زبان در اینجا می رسد. ال ال ال, ال این قسمی زبان که با رنگ زرد اشاره کرده شده است اینجا مخرج حرفی ل می باشد که در قسمی بالای کم می رسد اینجا ببینید ال ال بین لام تفخیم و لام ترقیق یعنی لامی که باری خونده می شود و لامی که غفص خونده می شود وقتی که ما لام رو غفص می خونیم چونین است ال قسمی قفای زبان ریشه زبان به با بالا برداشته می شود ال وقتی که ما حرف لام را باریک می خونیم قفای زبان برداشته نمی شود ببینید ال ال مخرج یک است مخرج یک است ببینید فقط اینکه که قسم قفای زبان را ریشه زبان را به بالا برداریم ال غفظ می شود و اگر نبرداریم ال باریک خونده می شود ин буд фарқият байни ломе ки ғафз хонда мешавад ва борик хонда мешавад ва махраҷи баъдӣ ин махраҷи ҳарфи нун аз нуги забон ҳамроҳ ба бехи дандонҳои муқобили он каме поёнтар аз махраҷи ҳарфи лом ки овози димоғ онро ҳамроҳӣ мекунад донишмандон ҷузъи забонии нунро نصف مکمل یعنی تکمیل شده و نصف دماغی آن را مکمل یعنی تکمیل کننده نام برده اند. یعنی در وقت تلفظ حرف نون قسم هوا از دهان می براید و قسمی هوا از خولگی بینی می براید، از دماغ می براید. ان این اون мегузарем ба ҳарфи баъдӣ махраҷи ҳарфи ро аз нуги забон як ҷо бо бехи дандонҳои муқобил наздик ба махраҷи нун мебошад ин ҷо дӯстон бубинед р р ро ва дар ин расм муқоисаи байни рои тафҳимшуда ва рои тарқиқшударо мебинем ҳарфи роҳи тафҳим яъне роҳе ки ғафз хонда мешавад ҳарфи роҳ бо фатҳа ва бо дама ғафз хонда мешавад роҳ рӯ ва ҳарфи роҳе ки борӣ хонда мешавад бо касра аст ҳарфи роҳ агар бо касра ояд борӣ хонда мешавад ва қафои забон бубинед решаи забон ба боло бардошта намешавад ри р میگذاریم به مخرج حرفی بعدی این مخرج حرفی تا دل و تا می باشد مخرج هر سه این حرف یک است دوستان فقط کمی فرق می کند آخری زبان وقتی که ما تا می ببینید نوگی زبان یک جا با بخی دندان های بالا و قفای زبان برداشته می شود تا اط ایپا و وقتی که حرف تا را تلفظ میکنیم این چونین نوگی زبان یک جا با بیخی های بالا تا فقط این که قفای زبان با بالا برداشته نمی شود تا ات ایت اوت و اینچونین حرف دل نیز این مخرج را دارد ببینید دوستان دا اد اود می گذاریم با مخرج حرف بعدی این مخرج حرفی صاد و سین و حرفی زای مخرج این حرف نیز یک می باشد فقط این که در وقت تلفظ حرفی صاد قفای زبان یعنی ریشه زبان به با بالا برداشته می شود مخرج این حرفا نوگی زبان یک جا با پایانی سطح داخلی بخی دندان های پایانی پیش یعنی نوگی زبان را به ریشه دندان های پایان می گذاریم با اینجا ببینه در رسم به اینجا می گذاریم و تلفظ می کنیم سا سا در حرفی ساد قفای زبان با بلا برداشته می شود سی سو و در حرف سین و حرف زی باشد قفای زبان به بلو بالا برداشته نمی شود ببینید س سی سو ز زی زو می گذاریم به مخرج حرفای بعدی این مخرج حرف وا و حرفی ذ و حرف, حرف ث مخرج این حرف ها نیز یک می باشد نوگی زبان را در بین دندان ها می گذاریم و به دندان های بالا تکیه می دهیم وا وقتی که حرف و را تلفظ می ریشه زبان به با بالا برداشته می شود و وقتی که حرف ذ و حرف ث را تلفظ می ریشه زبان در جایش ایستد به بالا برداشته نمی شود مثال ذ ذ ذی ذو ث سی سو می گذاریم به مخرج حرف های بعدی این مخرج حرفی ف است аз батни ъне байни лаби поён якҷо бо нӯги дандонҳои боло нӯги дандонҳои боло ба байни лаби поён мерасад аф фа фи фу ва махраҷи ҳарфи баъдӣ ин махраҷи ҳарфи вови ғайри маддия бо ҷамъ кардани лабҳо به جانب پیش یک جا با بلند کردن بخی زبان که سبب فرقیت آن از واوی مدیه می باشد ببینید لبها لب ها به پیش براورده می شوند لب ها به پیش براورده می شوند وا، و و و و به یک دیگر نمی رسند می گذاریم به مخرج حرفی بعدی که حرفی با می باشد مخرج حرفی با از چسبیدن هر دو لب به وجود می آید ببینید دوستان با اب و مخرج حرف بعدی این مخرج حرف میم با چسبیدن لبها که آن را آواز دماغی همراه می کند که قسمت شفوی یعنی از لب حاصل شونده که آن را دانشمندان نصفی تکمیل شده و قسمت دیماغی آن را نصف تکمیل کننده می نامند. مخرج حرفی میم و مانند حرفی نون است که قسمی هوا از خالگی بینی می براید و قسمی دیگر از بینی ها. م می مو ام ایم اوم و می گذاریم به موضوع دیگر این غنه از نظر حرف بودن. غنه آواز است از دماغ یعنی از کواکی بینی می براید که در همه شرایط بانون و میم همراه بوده وابسته به وضعیتشان فرق می کند که این در موضوع زمانه غنه در صحیفه 37 سی م بررسی خواهد شد انشاءالله. خلاصه این که دوستان عزیز غنه چیست؟ غنه این آواز است که از دماغ ببینید از دماغ میبروید. هنگامی تلفظ حرف میم ام ام، اوم ما می مو اگر بینی رو محکم کنیم ببینید آواز چنین می شود. ام، ام اوم ببینید ما بینی را محکم کردیم و هوا نبرامد یعنی حرف میم تازه تلفظ نشد و این چونین در وقت تلفظ حرفی نون نیز قسمی هوا از دیماغ می براید. ان، این، اون اگر بینی را محکم کنیم ان، این، اون ببینید نمی شود. پره تلفظ نشد. خلاصه دوستان عزیز ғунна ин аз димоғ баровардани ҳаво аст ки ҳарфи мим ва ҳарфи нун дорои ин сифат аст ин буд поёни дарси имрӯза субҳанака аллоҳума ва биҳамдик нашҳаду анла илҳа илла ант настағфирук внатубу илайк ассаламу алайкум вараҳматуллоҳ вабаракатуҳ